دوستان عزیزم سلام، متشکرم که باز هم همراه فارسی مدیا هستید. در این ویدیو قصد داریم بریم به آینده، انسان در 100 سال آینده. همراه فارسی مدیا باشید. 10 پیشبینی زندگی انسان در 100 سال آینده. آیا می توانید آینده ای را تصور کنید که در آن قادر خواهید بود با انسان‌های دیگر از طریق فکر کردن ارتباط برقرار کنید، در حالی که هوش ما به شدت افزایش یافته و زمانی که دچار بیماری‌های حاد و قلبی و عروقی می‌شوید، ربات‌های بسیار کوچک به درون رگ‌های شما فرستاده می‌شوند تا با بیماری مبارزه کنند؟ برخی از دانشمندان یک زمان 100 ساله را برای تحقق پیوستن تمامی این پیشگویی‌ها در نظر گرفتند. پیشرفت تکنولوژی بشر با شدت بسیار زیادی در حال پیشروی است و واقعاً نمی‌توان زندگی انسان مجهز شده به آخرین فنون را در 100 سال آینده پیش بینی کرد. با این وجود، با توجه به تحقیقات در دست تکمیل دانشمندان حوزه علوم مختلف، برخی از محققین حدس می‌زنند که انسان در اوایل قرن 22 به چه تکنولوژی‌هایی مجهز خواهد شد و از چه فناوری‌های جدیدی برای سهولت و بهبودی زندگی استفاده خواهد کرد. مورد دهم، صحراها تبدیل به جنگل‌های انبوه خواهند شد. دستاوردهای بسیاری در زمینه زمین‌شناسی و گیاه‌شناسی به دست آمده است و این تکنولوژی‌ها با سرعت در حال پیشرفت و تکاملند و به نظر می‌رسد به احتمال قریب به یقین تا 100 سال آینده بشر خواهد توانست در بیابان‌های داغ و سوزان جنگل‌های انبوه بارانی به وجود بیاورد. مورد نهم، قابل سکونت شدن قطب جنوب. تا 100 سال آینده و با رشد جمعیت انسان به حدود 10 میلیارد نفر قادر خواهیم بود با کمک صنعت در حال پیشروی، ساخت خانه‌های مستحکم و گرم، قطب جنوب را نیز قابل سکونت کنیم و در آن صنعت و بازرگانی راه بیاندازیم و بدون ضرر زدن به طبیعت، شهرهای کوچکی بسازیم. مورد هشتم، کنترل تغییرات آب و هوایی. همکنون نیز انسان به تکنولوژی‌هایی دست یافته که با تکیه بر آن توانایی کنترل و اعمال نفوذ بر تغییرات آب و هوایی به منظور کاستن از آثار مخرب آن را دارد. اما با پیشرفت علوم هوافضا در 100 سال آینده به احتمال زیاد قادر خواهیم بود هنگام تغییرات مخرب آب و هوایی مانند تندبادها و گردابها بر آنها غلبه کنیم و آنها را خاموش نگه داریم. مورد هفتم، اقیانوس‌ها به عنوان یک منبع غذایی. این مورد یکی از مواردی است که حتما تا 100 سال آینده رخ خواهد داد، چون اگر جمعیت کره زمین با همین نرخ افزایش یابد به 10 میلیارد نفر میرسد، پس غذا به اندازه کافی برای همه در دسترس نخواهد بود. در کنار صید ماهی از اقیانوس‌ها، انسان‌ها می‌توانند از جلبک‌ها آب استخراج کنند و بعد با تغییرات ژنتیکی آن را تبدیل به آب آشامیدنی کنند. کشت جلبک‌های دریایی به یک منبع اصلی جدید تبدیل خواهد شد. مورد ششم، استفاده مردم جهان از یک واحد پولی مشترک. تحولات اقتصادی و اثر جهانی شدن اقتصاد سبب یک دستی و ایجاد یک واحد پولی مشترک در سراسر دنیا خواهد شد. این امر سبب منظم‌تر شدن روند رشد اقتصادی و کمک به کشورهای ضعیف‌تر برای رشد اقتصادی و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر خواهد شد. مورد بعدی، فقط 3 زبان عمده در جهان وجود خواهد داشت. تا 100 سال آینده به احتمال زیاد فقط 3 زبان انگلیسی، اسپانیولی و ماندارین یا چینی در جهان وجود خواهد داشت و ما بقیه زبان‌های دیگر به صورت زبان‌های ضعیف و در حال حل شدن در زبان‌های اصلی در خواهند آمد. احتمالاً تا 100 سال آینده بیش از 80% نوجوانان دنیا قادر خواهند بود به 3 زبان اصلی صحبت کنند. مورد چهارم، مسافرت فضایی برای همه. اکثر آینده نگران بر این عقیده هستند که در آینده اقامتگاه‌های فضایی در فضا ساخته می‌شوند و حتی مراکز توریستی فضایی، البته فقط پولدارها می‌توانند از عهده مخارج اقامت در این مکان‌ها بر بیایند. مورد سوم، هوش انسان افزایش جهش‌گونه خواهد داشت. به لطف پیشرفت‌های شگفت‌انگیز علم نانوتکنولوژی و دستاوردهای عصب‌شناسی و زیست‌شناسی، انسان تا 100 سال آینده قادر خواهد بود سازوکار هوش انسان را به دست بیاورد و با کمک دارو و روش‌های محرک آموزشی هوش انسان را افزایش قابل ملاحظه‌ای دهد. مورد دوم، نانوربات‌ها قادرند که درون رگ‌های بدن سفر کنند. دانشمندان صنعت نانوتکنولوژی در حال ساخت و تکمیل ربات‌های هدفمندی هستند که قادرند در رگ‌های بدن سفر کنند و به اندام مورد نظر برسند و کارهای درمانی را در همان نقطه آغاز کنند. این نانوربات‌ها حتی قادر خواهند بود وارد بافت مغز شوند و بخش‌های آسیب دیده را ترمیم و بازسازی کنند و حافظه انسان را نیز کپی کنند. و مورد آخر، ارتباط با سایر انسان‌ها از طریق فکر کردن.
به احتمال قریب به یقین تا 100 سال آینده و با پیشرفت‌هایی که در زمینه علوم عصب شناختی صورت خواهد گرفت، انسان موفق به کشف سازوکارهایی خواهد شد که با آن می‌تواند از طریق فکر کردن و تلپاتی با مغز انسان‌های دیگر ارتباط برقرار کند. حتی هم اکنون چیپ‌های الکترونیکی کوچکی ساخته شده و در مرحله تست است که بر اساس آن و با به کار گذاشتنش در کنار مغز انسان میتوان توانایی‌های مغزی را افزایش داد و با دیگران با روش‌های جدید ارتباط برقرار کرد. امیدوارم اطلاعاتی که در اختیارتون گذاشتیم براتون جالب بوده باشه. ممنونم که همراه فارسی مدیا در یوتیوب بودید. شب و روزتون خوش.